عزیز سلام میگم به شما و همینطورم کسانی که تو خونه ها نشستن مهمون عزیز همینطور که خارمون رومینا گفت ما تصمیم گرفتیم هر ماه عشا داشته باشیم و هر ماه نبیش ماه ژانویه عشا داشته باشیم و این بیشتر برای اینه که در این ماه ژانویه میخوایم وقت رو بذاریم که ماهی باشه که بیشتر وقت برای خداوند بذاریم او رو جستجو کنیم و خودمون رو تفتیش کنیم به حضور او همینطور که زمانی که ما ده یک میدیم ما این ده یک رو که به خداوند میبخشیم خدا 90 درصدی که مونده برکت میده همینطور هم این ماه برای هر سال دوازده ماه داره و اینطوری است که ما اولین ماه رو میخوایم تقدیم به خداوند بکنیم این چیزی نیست که باید اونجا خدمت کنیم کارایی برای خداوند انجام بدیم بلکه وقتی هست که بذاریم وقت, وقت زیادی به حضور خداوند خودمون رو تفتیش کنیم زیر نور خداوند بیاریم و قلبای ما فکرای ما ذهنای ما آماده کنیم برای این بقیه یازده ماه و تو این چند مدت هم که خیلی هم شنیدیم در مورد کلام خدا در این زمانی که ما زندگی می کنیم در مورد بازگشت عیسی مسیح رو بوده در کلیسا ما صحبت کردیم که یه زمان خیلی حساسی است که ما باید خودمون رو آماده کنیم و کلام خدا میگه که زمانی که خداوند عیسی مسیح میاد در روی ابرا و اون موقع کلیسا رو بوده میشه و اون موقع او رو خواهیم دید نمیدونم دوست دارین عیسی مسیح رو در هوا او رو ببینیم و اون که خوش میگه یعنی عروس خودش رو دوست دارین دوست دارین خدا رو ببینین و بر حال اینجا در مطابا به پنج آیه هشتم هم اینجا نوشته شده خوش به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا رو خواهند دید خوش به حال پاک دلان پاک دلان نمیگه خوش به حال کسانی که الان اینجا فقط کار میکنن خدمت میکنن بلکه قلبشون پاک ساختن تاهر ساختن آمین به این خاطر به این دقت باید بکنیم در این ماه ژانویه بیشتر وقت رو خواهیم گذاشت و همینطور هم تصمیم گرفتیم و توی گروه خودم هم خودمون هم نوشتیم که ماه روزه و دعاست روزه منظوری نیست که فقط غذا نخوریم بلکه روزه منظور اینه که به حضور خداوند بیاریم به جای غذا خوردن او رو جستجو کنیم و قلب های خودمون جلو او باز کنیم و بگیم خداوند چه مشکلی هست اینجا تو گفتی که خوشبال پاک دلان خداوند بیا لکه هایی که در قلب من هست به من نشون بده بیا تمام این سنگ های غرور یا هر قسمت تلخیه و هر چیزهایی که در قلب ما،, قلب ما رو سیاه کرده به من نشون بده یعنی اینجا هست که ما باید رو به روی خدا بیاییم رو به روی نور عیسی مسیح بیاییم و اجازه بدیم او به ما نشون بده بعضی وقت هست که ما اونقدر مشغول کار هستیم و مخصوصا خیلی زیاد خدمت به خداوند می‌کنیم فکر می‌کنیم این کافیه نه اینجا همینطور که نوشته خوش به حاله. خیلی خوش ها از خوش به کنندگان که فرزندان خدا پسران خدا خوانده خواهند شد فقط یه قسمتی هست که میگه که خوش به پاک دلان من میخوام واقعا زمانی که عیسی مسیح روی ابرها میاد منم جز این افرادی باشم که رو بوده بشن که بتونم عیسی مسیح رو نگاه کنم و عیسی مسیح برحال دنبال یک عروسی هست که قلبش پاکه آمین همینطور که تقریبا یه دو هفته پیش بود که همینطور مطالعه می کردم در مورد ماه ژانویه مزمور سی و دو خدا هدایت کرد که مخصوصا در این مزموره که مزموره میگیم که مزمور توبه بازگشته مزمور خوش به حالم هست که اینجا نوشته امروز میخوایم این مزمور رو از آیه یک تا هفت از یازده فقط الان میخوایم قسمت به قسمت جلو بریم و اینجا میگه خوش به حال کسی که اوسیان او آمرزیده شده و گناه های مستور گردید خوش به حالی کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او نمی باشد پس اینجا ببینیم دو تا خوشبحال هایی نوشته دوباره خوشبال کسی که طبعاً گناه های ایشان آمرزیده شده بخشیده شده هیچ چیزی در روح هیچ ای هیچ چیزی بدی درونش در وجود نداره و زمانی که اینجا میگه که خوشبحال یعنی چقدر آرزوی خداست، آرزو پدر آسمونی ما آرزوی عیسی مسیح که در ما هیچ چیزی پیدا نکنه هیچ بدی درونش نباشه خودت میتونی بگی خوش به حال من که یک روز زمانی که جلوه خداوند ایستادم تر گناهی هر چیزی که هیله های بدی و هر چیزی که بخشیده شده باشه که من بتونم جلوه خداوند بیستم و این احتیاج برای برای چیه یه توبه و بازگشت و تش همینطور حضور خدا جستجو کردن خودش رو تش چی میگن تشتیف،, تشتیف تفتیش خودتون تفتیش بکنی خیلی چیزایی در ما در زندگی ما وجود داره که ما اطلاعی نداریم فقط خدا مخصوصا در این زمان در این زمان دوازده ما فقط الان میخوایم این ماه رو وقت بذاریم برای خداوند و اونجا خودمون رو تفتیش کنیم و و ببینیم که چه چیزایی در ماست بعضی وقت که مثلا از شما میپرسم یا همینطورم به خودم که نگاه میکنم من میتونم بگم یا با چیزی به خصوصی ندارم همه چی اوکیه فقط زمانی که ما این به حضور خداوند جلوی نور خداوند و اونجاست که خیلی چیزای آشکار میشه تجربه کردین نه تجربه کردین شما اجازه دارید حتی حرفی میزنید احتیاج نیست بلند صحبت کنید فقط برحال مهم اینه که حتی از شما بشنوم و معمولا هم که زمانی که افرادی هم هستن من توی شرکتی خدمت کنه شرکت چیز تلویزیون خدمت, خدمت میکنم خدمت من دو و بعضی وقت از افرادی که زنگ میزنن از مشکلات خودشون میگن و از بیماری خودشون میگن میگن خب الان رفتی پیش دکتر میگه نه نه نرفتم گفتم چرا نرفتی من میترسم برم اونجا به من یه خبری بدی بده و گفتم که خب خیلی نرمال بهتر الان بری از این که مثلا میگم شاید سرطان یه چیزی نه من زنگ زدم که فقط برای من دعا کنید و همینطورم توی کتاب یوحنا باب 3 انجیل یوحنا باب 3 اینجا هر کی که, که بدیر را هر که هر آن که بدی را به جا می آورد از نور نفرت دارد یا همینطورم نفرت دارد یا روشنایی را دشمن دارد و نزد نور نمیآید آید مبادا کارهایش آشکار شده رسوا گردند یا اعمال او توبیخ شود پس میگه خود عیسی مسیح میگه که هر که به بدی را به جا می آورد از نور نفرت دارد دشمن دارد و نزد نور نمیاد زمانی که نزد نور یعنی خدا رو جستجو نمی کنیم نمیاییم پیش خداوند هیچ موقع متوجه نمیشیم که در ما چه عیبی هست و میگه که افرادی که دوست دارن در این حال زندگی کنن در این گناه زندگی کنن با فکرهای اشتباه زندگی کنن نمیخوام بیان جلو چون زمانی که به حضور خداوند میان اونجا چیک میکنه نور خداوند آشکار میکنه و به توبه هدایت میکنه آمین و این توبه معمولا آزادی ماست اونجاست که قلبای ما تاهر میشه فقط میگه که افرادی هستن که دوست ندارن دوست دارن در این فکر در این حال بمونن و همینطور هم قلبای خودشون بر حال همین در تاریکی خواهد موند و این ماه به این خاطر که گفتم که زمانی هست که باید خدا هدایت میکنه که بتونیم بیاییم به حضور خدا من. در اول قرنتیان باب به آیه پنج هم میگه که پس قبل از روز داوری درباره دیگران داوری یا حکم نکنید بلکه منتظر آمدن خداوند باشید زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت اینجا در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد داوری برای دیگران صحبت میکنه و همینطور هم اشاره میکنه ببین در تو چیزایی هست که پنهان شده تو هیچ کسی هم نمیدونه تنها کسی که میدونه خداست و میگه که منتظر خدا باش آخر آنچه را که در تاریکی پنهان از در برابر نور آشکار خواهد شد و نیت پنهانی آدمی را فاش خواهد کرد در آن وقت هر کس آنطور که شایسته اوست از جانب خداوند تحسین خواهد شد زمان برای هدف خدا این نیست که یک روز ما رو داوری کنه ما برای داوری الان نجات پیدا نکردیم پس زمانی که خداوند میگه که چیزای پنهان در تو هست یک روز آشکار خواهد شد بخوای نخوای یک روز هر چیزی که از مثل یک قلب تو مثل یک کتاب باز خواهد شد در حضور خداوند دهنای ما پد بسته میشه پس یک کتابی در, در قلبمون داریم که نوشته شده و خیلی چیزای قسمت هست که درست نیست ذهنهای اشتباه، دید اشتباه، تلخیها، ها، نبخشیدن، غرور، حسادت غرو و همینطورم هم بر و خیلی چیزای دیگه توی قلبهای تک تک ما نوشته شده و میگه یک روز اینه همه چی آشکار خواهد شد در حضور خداوند به این خاطر میگه که اول حکم نکنین چون تو نمیدونی در قلب اون برادر و خواهرها چه چیزایی گذشته یا چه چیزایی هست ما معمولا چی هستیم ما معمولا این طبیعت کهنه ما دوست داره الان یعنی یه چیزای مشکلای در برادرت خواهرت میبینی با زور میخوای اینا رو بیرون بیاری ما میخوایم الان یه چیز انجام بشه که واقعا تو متوجه بشی تو گناهکار هستی تو اشتباه کردی یه خداوند میگه ول کن حکم نکن آخر خودم همه چی رو بیرون میارم تو مواظب قلب خودت باش آمین تو مواظب قلب خودت باش چون یک روز جلوی داوری خدا خواهی ایستاد و اونجا خدا همه چی برای بتون نشون خواهد داد فقط قبل از اینکه جلوی داوری خدا بیایستی، اصلا قلب پاکی داشته باشی نمیتونی خدا رو ببینی تعلیمای مختلفی هست که افراد تعلیمای دیگه که میگن که همه تمام کلیسا رو بوده میشه و تعلیم‌های دیگه هم هست که فقط عروس رو بوده میشه یعنی کسانی که پاکتل هستن کسانی که واقعا بها رو در این دنیا پرداخت کردن بس کسانی که قلبشون ناپاکه و همینطور هم توی گناه با گناه بازی کردن اینا باقی میمونن که اون موقع تو این افراد توی جفا میفتن افرادی که الان توی جفای روح قرار گرفتن خودشون رو تفتیش میکنن درد میکشن رنج میکشن خودشون تاهر میکنن اینا رو بوده میشن افرادی که بازی میکنن اون موقع هست که تو این جفای این دنیا میاد زمانی که دجال میاد اون موقع دیگه مشخص خواهد شد یا میخوای قلبت پاک بشه و درد های زیادی هست که منتظر من منتظر ماست این برال این چیزی هست که من باور میکنم فقط میگم تعلیمای دیگه است که که همه کلیسا رو بوده میشه برای روی این چیز نمیخوام تکیه کنم بلکه من میخوام بیشتر روی این چیز تکیه کنم عزیزان مواظب های ما باشیم وقت بذاریم خدا رو جستجو کنیم مبادا او آید و من اونجا شوکه بشم و میگم که خدا من چرا چرا من چرا من رو بوده نشدم یا چرا نتونستم برای حضور تو بیام به این خاطر این داستان های زیاد مسئله های زیادی هست که در مورد ده تا باکره هم که میدونیم پنج موندن چرا که چون روی خودشون کار نکردن یعنی این روغن رو اینطوری نداشتن به این خاطر ما فقط میتونیم یک کاری انجام بدیم یا گناه های رو ببندیم یا قلبمون ببندیم مثلا دوست ندارم مثلا بدونم کیچی فقط یک زندگی روحانی بازی کنم مسیر رو بازی کنم یا اونقدر بی تفاوت باشم که بگم به حال مهم نیست اونقدر برای من مهم نیست من میخوام زندگی خودم رو انجام بدم و این افرادی هستن که تو توی تاریکی هم میافتن و اصلا تشخیص هم نمیدن گناه چیه نمیتونن درست تشخیص بدن چون نور خداوند نیست تقریبا مثل این که اینجا چراغا رو خاموش کنین دیگه چیزایی که الان مثلا خراب شده نمیبینین و زمانی که نورانی میشه اون موقع متوجه می اونجا خرابی هست اونجا مثلا یه چیزی شکست, خورده یا مثلا کثیف شده به این خاطر اینجاست که کسانی هست که بی تفاوت هستن توی ظلمت زندگی میکنن یا افرادی هم هستن که برحال اونقدر زیاد میخوان خودش رو کنترل کنن دائما میخوان خودش رو روحانی نشون بدن و همینطور هم بعضی وقت هم هست که پشت گناه های دیگران خودشون رو قایم میکنن و این افرادی بیشتر مذهبی هستن که یادتون هست همینطور در لوقا باب 8 در مورد این فریسی و باجگیر صحبت میکنه یادتون هست و میگه که فریسی آمد گفته که ببین من مثل اون نیستم مثل دیگران نیستم ببین من این کارو کردم این کارو کردم این کارو کردم خودش رو عادل میدونه یا تقریبا میتونم بگم که یا پشت گناه های دیگه دیگران ما میتونیم خودمون رو قایم کنیم باشه اوکی میتونیم این کار رو انجام بدیم عزیزان دوباره برمیگردم به همون اول که میگه یک روز همه چی آشکار خواهد شد من نمیتونم بگم به خاطر این برادر گناه کرده این گناه در گناه زندگی می... اون وسط توی زنا زندگی میکنه و شروع کنم داوری کردن باشه این کار رو میتونیم انجام بدیم یا اول به خودت ضرر میذاری قلبت ناپاک میمونه و پاک ناپاک نفعت میمونه بلکه کثیفترم میشه و اون موقع آخر هم توی داوری خواهیم افتاد آلمانی میگن یا فارسی هم توی چیز کردم حمله بهترین دفاست هر چقدر حمله کنی دیگران رو مشکل های دیگران رو ببینیم و ذربین رو این بهترین است میگن دیگه اون موقع دیگه خودت چیز می هستی دیگه مثل اینکه عادل هستی و چون چی که میبینی درستم هست حق به تو میدی من می‌بینم، من دیدم ببین این برادر این کارو کرده این خواهر این کارو کرده یا به حقم به خودت میگی که درست میبینی و برال آخر همه چی آشکار خواهد شد در آیه سه و چهار اینجا که صحبت میکنه این نویسنده این مزمور میگه که هنگامی که خاموش گزیده بودم استخونهایم میپوسید. می‌پوسید از نالهایی که تمام روز بر, بر میکشیدم، می چون که دست تو روز و شب بر من سنگینی می‌بود رتوبت هم به خشکی خشکی تابست و متبدل گردید زمانی که خدا را جستجو نمیکنیم، زمانی که وقت برای خداوند نمیذاریم این قلب ما همینطور سیاه میمونه دیدهای اشتباه داریم تصویرای اشتباه از خدا داریم از خودمون داریم از دیگران داریم میگه که اینجا زمانی که دهنم میبندم و توبه نمی کنم. بازگشت نمی کنم. و خدا بعضی وقت هم هست که توی یک شنبه ها توی همینطور هم روزای سه شنبه زمانی که میو تعلیمای چیزایی که میشنویم یا اونجاست که خدا با ما صحبت میکنه خدا انگشتش رو روی مشکلات خودمون رو نشون میده فقط اون موقع سخت دلمون سخت میکنیم و نمیخوایم توبه کنیم و اینجاست که اینجا نویسنده میگه که واقعا دست تو چون که دست تو روز و شب بر من سنگینی می بود استخون ها هم دیگه خوش شده بود در مزمور 38 هم حتی بد، بدتر نوشتی گفته که اونقدر با ناله ها میگه که اونقدر گناه های من که استخونه شروع میکنه به بودادن مزمور سی و هشت الان نمیخوام بخونیم فقط اونجا خیلی زیادتر میگه که چه درد و رنجی شخصی میکشه زمانی که گناهشون هست و خدا هدایت میکنه و این شخص رد میکنه و نمیخواد و خیلی افرادی هستن ایماندارایی هستن که میدونن که گناه میکنن و خدا چند بار یک بار دو بار سه بار چهار بار نشون داده هنوز سخت دل هستن چه چیزی به دست میارن یعنی آرامشش رو از دست میدن سول رو سلامتی رو شادی رو از دست میدن این اقتداری که باید داشته باشن و دائما این فکرها میچرخه نگرانی به وجود میاد و واقعا این بعضی وقت هست الان در مورد استخون صحبت میکنه فقط معمولا زمانی که فکرات گرفته باشه درست در روح خدا نش باشی اتوماتیک روحای شریر شروع میکنن روی تو حکومت کردن و حتی افرادی هم مثلا توی دپرسیون توی چیز میفتن توی افسردگی میفتن هنگامی که خاموش گزیده بودم هنگامی که واقعا خدا رو جستجو نکردم وقت برای خداوند نکسشتم. دیروز توی جلسه, بر... توی جلسه, بر... توی جلسه برمن بود که برادرمون فرشید فتی اونجا تعلیم داد میتونیم برین توی آرش هم توی گروه گذاشته بود خودش در مورد ملاقات با خدا صحبت کرد گفته که امسال برای من یک سالی هست که سال ملاقات با خداست و برین گوش کنین یا من میخوام با خدا ملاقات داشته باشم نه فقط ملاقات داشته باشم احساسات خود ملاقات واقعا یک 180 درجه درجه باید زندگی تو عوض بشه یعنی ملاقات تو رو تبدیل میکنه عوض میکنه احساسای خوب رو بعضی وقت داریم در پرستش در خونه ها هم هستی که در زمانی که روح خدا میاد ما رو احاطه میکنه فقط واقعا زمانی که ما ملاقات با خدای قدوسی داریم اون موقع باید در زندگی ما در قلب ما یه اتفاق بیفته باید ما رو به توبه و بازگشت داریت کنه و همینطورم میتونم فکرا همه چی باید در این قسمت عوض بشن و اینجا این نویسنده الان آیه پنج اینجا میگه که سپس گناه خود را نزد تو اعتراف نمودم و خطاهای خود را پنهان نساختم پنهان نگذاشتم کنار بلکه همه چی رو مثل یه کتاب دفتر زندگی خودم به حضور خود به حضور تو آوردم و گفتم من در حضور خداوند به گناه خود اعتراف می آنگاه تو گناه من رو بخشیدی اینجا وارد این بخ... قسمت اول میشیم که خوش به حال کسانی که گناهشون آمرزیده شده آمین پس یعنی واقعا به یه جای رسیدم گناه های من رو الان نزد تو اعتراف نمودم و خطای خود را پنهان نساختم هدف خدا از عزیزان عشق خداست محبت خداست فیض خداست امروز هم این سلطه هایی که انتخاب کردم در مورد فیض خداست در مورد بخشش خداست گناه من رو بخشیدی زخمای ما رو شفا دادی این آرزوی خدا اینه که در این قسمت ها ما رو شفا بده آزاد کنه و این از کلیت گناه کلید اینه که اعتراف بکنیم خودمون رو ببینیم تفتیش کنیم قلب خودمون رو تفتیش کنیم ببینیم چه چیزایی در من هست که باید برطرف بشه اگه یادتون باشه در رومیان باب نو دوست که میگه که در مورد همون قضاوت کردن داوری کردن صحبت میکنه میگه که آیا نمیدونی که رحمت خداست که تو رو به توبه هدایت میکنه مهربانی خداست که تو رو به توبه هدایت میکنه چه فیض بزرگی است میگه که زمانی که به یه جایی میرسی و خدا گناه تو را نشون میده و شوکه میشی پشت این شوکه نگاه کن مهربانی خداست که یک روز تو داوری نیفتی میشه آمین گفت واقعا بعضی وقت که نگاه میکنیم چقدر میگم چه چه فرزندان خوشبختی هستیم چون خدا یک مکانی آماده کرده که همه همه گناه ما رو پرداخت کرده و ما دریافت نمی کنیم بخشش رو متوجه هستین خدا همه چی رو روی صلیب انجام داد بخشش رو آماده کرده همه کارا رو با درد و رنج خودش انجام داده و میگه که بیا اینجا بخشش تو رو دریافت خب چیز نرمالی که زمانی که ما خدا رو جستجو بکنیم و متوجه بشیم که چه گناهی در منه خداوند من تفتیش کن به من نشون بده نیت های من فکرای من دنبال چی هستم دنبال داوری هستم دنبال این هستم که الان با قدرت خودم یک کاری انجام بدم نه خوش به حال پاک دلان این آخر خدا اینو خواهد دید که خدا رو خواهند دید و زمانی که این شخص الان این چیز رو کرده آنگاه گناه های من رو بخشیدی بعد از این بخش چه چیزی به وجود میاد آیه 6 هفت و هشت و از این رو هر مقدسی در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد وقتی که آنها بسیار که سل... آبها ب... آبهای بسیار به سیلن آید یا وقت یعنی وقت سختی ها و مشکلات زمانی که روبه رو تو خواهند شد، هرگز به تو یا به وی نخواهد رسید. تو ملجای من هستی، من رو از تنگی حفظ خواهی کرد و من رو به سرودهای نجات احاطه خواهی نمود. و اینجا زمانی که این شناخت میرسیم. الان دیگران چه کاری کردن؟ به تو چه؟ آخر تو باید اینجا پرستش کنی. آیا... اول تو باید این آزادی رو درک کنی آزادی از فکرها از آزادی از دیدها آزادی از تمام افکار جسمانی معمولا اگه نرمال ورداری پیه توی قلب خودت نگاه کن تنها چیزی که میخوای واقعا لذت ببری از زندگی در آرامش خدا زندگی کنی نمیخوام بگم که الان چشمتو ببند هیچ چیزی رو نگاه نکن مشکل های زیادی هست منم مشکل دارم شما هم نمیتونیم قضاوت کنیم منم نمیتونم قضا من فقط میتونم بگم که خداوند من تو رو جستجو میکنم مخصوصا ماه ژانویه یعنی فردا من اصلا کلا برای چند روز خودم کنار, کنار میکشم فقط میگم خداوند بیا با نور خودت نشون بده چه دردی هست چه مشکلی هست چه چیزی هست چه خطری هستم یا چه چیزی های بدی هست من میخوام دلم پاک ساز ساخته بشه خداوند دیگران چه کارایی میکنن او که عنوان شبان باید هدایت کنم فقط یک روز من جلوی داوری خدا خواهم ایستاد و من باید جواب, جواب بدم چه فکری ذهن من ذهن مسیح بود و اجازه نباید بدم که افراد روی ذهن من تاثیر بذارن گوش میکنی باید یاد بگیریم هرچقدر بلاهایی در این دنیا میبینیم در کلیسا هم, هم تو میبینیم حتی هم خودم به تو نشون میده که برای دعا کردنه نه برای الان قضاوت کردنه به این خاطر ایسا هم از میگه که این چوبی که جلوی چشمت نمیبینی و این خارو در برای در این نگاه میکنی و بعد میگه که تو مل جای من هستی یعنی یه کسی که واقعا رسیده اون قسمت رسیده که من متوجه شده یه گناهی بود یه سنگی بزرگی در قلب من بود خدا نشون داد این سنگ رو و مرسی خدا من الان شده خدا من به این خاطر میگه که تو مجای من هستی من رو در تنگی حفظ خواهی کرد من رو به سرودهای نجات احیا خواهی نمود بعد از این آیه هش که آیه تعمید منه که زمانی که من تعمید گرفتم تو رو حکمت خواهم آموخت اونجا خداست به الان میگه زمانی که این راه رو میریم تو رو حکمت خواهم آموخت و برای که و بر راهی که باید رفته ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو از نصیحت خواهم فرمود یا هنی هدایت خواهم کرد این آیه بود که من سی و چار سال پیش که گرفتم و که به زبان آلمانی میگه که من تو رو نصیحت میکنم و راه رو به تو نشون میدم که خواهی رفت من با چشمان خودم تو رو هدایت میکنم گوش میکنین؟ من با چشمای خودم مثل اینکه خدا چشم خودش رو به من میده که من راه رو بدونم و بتونم این راه رو برم این زبان به زبان ترجمه زبان آلمانی ایناست و تو رو هدایت خواهم کرد و چه چیزای عالی منتظر ماست عزیزان من فکر میکنم همه شما آرزو دارین که صدای خدا رو بشنوین چه با چشمای خدا رو مشکلات رو ببینین که خدا تو رو هدایت کنه در زندگی خودت و همینطور هم برای خدمت هایی که ما انجام میدیم پس این چیزهایی هست که منتظر ماست که صلیب نم... مسیر رو نگاه کنیم ببینید که همه چیز اینجا تکمیل شده من نمیتونم چیزی اضافه کنم روی صلیب هر گناهی که از زمانی که به دنیا آمدم تا آخرین نفسی که میکشم تمام این گناه های یک میلیاردی که گناه کردم همه چی پرداخت شده و روز به روز زمانی که خدا نشون میده میتونم برم اونجا توبه کنم بازگشت کنم خدا منو ببخش و اعتراف کنم که این خراب خرابی در من هست و اینجا اشتباه کردم و اینجا گناه کردم و خداوند منو بخشیده آمین و یه آزادی هست افرادی هستن که به هر که اینجا خود عیسی مسیح اینجا یا نویسنده این چیز اونجا یک کلام هوشداری هست که میگه که مثل اصل و قاتل بیفهم نباشید باشید که آنها را برای بستن به چی دهنه؟ به دهنه و لنگر چی؟ لوگا؟ لوگا. لوگام آه لوگام آه زینت میدهند درست خوندم؟ دوباره میخوایی نسلیم تو اینو نسل مثل اسب مثل اسب و قاطر بی فهم باشید که آنها را برای بستن به دهنه و لگام زینت میدهند و الا نزدیک تو نخواهند آمد یا متیح نمیشن یک اختاری هست یک نصیحت هست میگه که ببین سعی نکنین توری با زور خدا بیاد یک کاری انجام بده باید برای که خدای توی توی سختی‌ها بندازه توی مشکلات بندازه که واقعا به یه جایی برسی که واقعا توبه بازگشت کنی درسی دیگه ما یاد نگرفتیم ما فقط با نصیحت کردن با کتک خوردن یاد میگیریم بچه همینطور. هم اینطور و همسال خیلی در موردش نوشته شده که میگه که چوب پدر تو و الا مادر تو خار نشمار این برای تربیته به این خاطر اینجاست که ما باید واقعا نگاه کنیم فکر نکن یعنی خدا میگه که ببین دوباره میگم پشت گناه دیگران رو مخفه نکن یا مثلا الان حکم نکن داوری نکن فکر نکن که الان تو اونجا درست اینجا ایستادی و احتیاج به توبه نداری همه ما در قسمت های احتیاج به توبه داریم تو در حال کامل شدن هستیم دیگه فقط گناه ما فقر میکنه یه کسی هست که شورش میکنه یکی از کسی حسادت داره یه کسی هست که ترد میکنه یه کسی که داوری میکنه یه کسی هست که اصلا هیچ کاری نکنه بی تفاوت زندگی در بی تفاوتی زندگی میکنه و اصلا تو ظلمت قرار گرفته اونا های مختلف وجود داره ما اینجا در مورد این صحبت نمی کنیم فقط مهم اینه که خدامند اینجا اختیار میکنه میگه که مثل اسبی فهم نباش. یا آلمانی نوشته اولاغ. بیفهم نباش. در اول قرنتیان باب 11 آیه 31 و 32 نوشته اما اگر بر خود حکم میکنیم حکم بر ما نمی شود.؟ لیک. اما اگر بر خود حکم می کردیم حکم بر ما نمی شود نمی شد آها نمی شد مرسی اما اگر بر خود حکم میکنیم کنیم حکم بر ما نمی شد یعنی منظور چیه؟ زمانی که تو خودت میری به حضور خداوند و جستجو می کنی و عیبهای خودت رو نگاه میکنی و می و خودت رو نمی خواهم داوری میکنی خودت رو قبول میکنی و اعتراف می این مشکل های در من است. خودت رو زیر نور خداوند میایی، توبه میکنی بازگشت میکنی دیگه برای تو داوری نمیشه چون چرا چون روی خودت کار کردی روی خودت تقریبا تو پارانتز میگم داوری کردی گوش کردی اما اگر بر خود حکم میکنی میکردیم حکم بر ما نمیشد لیکن هنگامی که بر ما حکم میشود از خداوند تعدیب میشود مبادا چی؟ با اهل دنیا بر ما حکم شود پس زمانی که خداوند میگه که الان هر چقدر خودتو جستجو کنی هر چقدر واقعا دیگه خودشو زیر نور خداوند بیاری توبه کنی بازگشت کنی و اینم فیض خداوند رحمت خدا هیچ کسی نمیتونه به تو زور کنه توبه کنی بلکه خودت باید به اون شناخت برسی و بگی که اینجا گناه خداوند چیز میکنم توبه میکنم بازگشت میکنم زور اجازه نداریم بکنیم یه شخص باید داوطلبانه به با اون جا جایی برسه که بگی که در من مشکلی هست و من داوطلبانه دافتلبانه توبه میکنم و بازگشت میکنم اگر نه چی میشه دیگه میگه که آخر اگر ما این کار رو نکنیم با دنیا زمانی که خدا من شروع میکنه جلو داوری خدا خواهیم ایستاد اونجا دیگه حکم شدیم چرا روی خودمون کار نکردیم آمین و خداوند چطور پس باید تو رو گناه های تو رو نشون بده پس باید توی سختی ها تو رو بندازه یا ما رو بندازه این تو هستم یا توی سختی هاست که تمام چیزا آشکار میشه یا و زمانی که میگه که من مشکلی ندارم و همه چی بر من, من, من اوکیه خدا اجازه میده که با تو ناعدالتی رفتار بشه و توی این ناادالتی اتفاقاتی که میفته اون موقع خدا میگه که زمانی که تلخی به وجود میاد و همینطور هم شروع میکنی داوری کردن و شروع میکنی خش یا حسادت کردن اون موقع هست که تم خدا تمام چیزها رو بیرون میاره چرا؟ که خدا نشون بده ببین مشکلی داری تو و زمانی که ما چشم خودمون رو دیگران میذاریم میگیم آخر این کارو کرده این کارو کرده گفته من میدونم این کارا رو کرده من اجازه دادم او با تو این کارو بکنه که به شناخت خودت برسی من میخوام تو رو تاهر کنم تو چیزی که احتیاج داری سلامتی آزادی شادی فقط تو اونجا گیر کردی و میخوای با زور یه چیزی انجام بدی باشه این کار رو انجام بده فقط متاسفانه اول در این دنیا درست نمیتونی در شادی زندگی کنی و همینطورم یک روز اونجا داوری خواهی شد و همینطورم بعضی وقت هست که خدا به تو زمانی که میگی که من مشکلی ندارم من اطاعت میکنم من این کارو میکنم و در خدا هیچ مشکلی ندارم خدا به تو یک مسئولیت به تو میبخشه و یه مسئولیت میبخشه میگه که از این الان مسئولیت به دستای تو میدم تو الان انجام بده چون یک چیزایی در تو هست که هنوز مشخص نیست و زمانی که این مسئولیت رو برمیداری اون موقع میبینی که خرابی به وجود میاد اون موقع نگاه میکنی مثلا بی وفا، وفادار نیستی وقتشناس نیستی و خدمتی نس میکنی بعد از این ویل میکنی میری بعد از این خدا میگه که ببین این مشکل در توست اگر به تو این ماموریت رو نمیدادم مسئولیت نمیدادم مشخص نمیشه تو فقط قلمبه به من بهتر میدونم چرا این کارو کرده چرا این شخص اینطوری کرده اصلا نمیتونه درست اصلا خدمت کنه خدا میگه باشه که الان به تو میدم بعد از این خودش برمی داره خرابکاری میشه بعد از این خدا میگه که ببین من میخواستم فقط به تو نشون بدم که در تو ای بی هست الان زمانی هست که توبه کنی بازگشت کنی طلب بخشش کنی یا و همینطورم اجازه بدی به من من در تو کار بکنم تو رو بازسازی کنم که بتونی خدمت خودت رو درست انجام بدی خیلی چیزایی هست که خدا در زندگی ما اجازه میده اتفاقاتی بیفته که به خودت یک آینه جلوه خودت بیاره که تو متوجه بشی یک بار بود که نسلین در مورد آینه مگی صحبت کرده نه؟ این آینه چیه؟ آینه یه چیزی هایی هست که خدا اجازه میده اتفاقاتی در زندگی تو بیفته. چون خدا رو جستجو نکردی، وقت نگذاشتی و اجازه ندادی نور خدا تو رو روشن کنه، پس خدا یک, یک دری باید باز کنه تو رو بندازه تو آتش. آتش منظور من نیست از بین بری، آتش اینجا تبدیل بشی. به این خاطر خیلی هستن که تو مشکلات قرار میگیرن مشکلات گناه قرار میگیرن یا مشکلات زندگی قرار میگیرن فقط اونجا موقع هم به خدا هم, هم میدن چه خدایی از چه چرا اجازه دادی این اتفاق افتاد اون اتفاق افتاد تو, تو،, به من گفتی که آرامش به من میدی آرامش من کجاست خدا میگه که از بالا یعنی متاسفانه خودش اینطوری مستقیم صحبت میکنه از وایزین از کتاب مقدس صحبت میکنه میگه که یه مشکلی در توست تو باید این مشکل رو حل کنی من همه چی رو ت... من میدونم من اقتدار رو از خداوند گرفته خدا میگه که باشه که الان یه چیز به تو میدم الان مثال میگم یک رهبری یک جل... رهبر الان انتظام... انتظامات یا رهبری مثلا آشپزخونه است یا رهبر جلسه خانگی هست میدم اونجا و اونجا باید اطاعت رو یاد بگیری و اجازه میده این رهبرم خرابکاری کنه اشتباه کنه گوش میکنید معمولا ما هر دفعه این رهبر رو یه چیز رو نگاه میکنیم و میگیم که این باید همه کامل باشه نه در اونم در حال کامل شدنه فقط زمانی که خدا اجازه میده اون رهبر الان خرابکاری کنه اشتباه کنه میخواد قلب تو رو نشون بده الان این اتفاق افتاد چطور میخوای رفتار کنی میخوای علیه او بجنگی خدمت خودت ترک کنی و افرادی هم شده که آمدن پیش من گفتن که اجازه هست میتونم خدمت خودم عوض کنم گفتم چی گفته من فکر میکنم جای دیگه خوانده شدم بعد از این گفتم که فکر میکنم من فکر نمیکنم بعد از این شروع کردم صحبت کردن گفتم دلیلش چی آخر گفته که من از رهبرم خیلی ناراحت شدم گفتم آها رهبرت ناراحت شدی الان فرار میکنی الان کلام خدا چی میگه وفادار جای خودت بیست برو با او صحبت کن مشکلت رو حل کن بعد افرادی زود مشکل فشار که میاد زود فراری و اینجاست که خدا نشون میده خدا نشون میده چقدر تو اطاعت میکنی چقدر این روی اطاعت در تو هست موتی هستی و برای شبانت یا برای رهبرت یا برای اون شخصی که میتونه اونطور رهبر آشپزخونه باشه ربطی نداره خدا اینطوری یک کسی رو زور سرت میذاره و میگه با چه دیدی نگاه میکنی و چقدر پشتش هستی اشتباه دیدی چقدر تو اونجا دعا میکنی و حمایت میکنی کمک میکنی آمین از این طریق خدا نشون میده به این خاطر خدا امه اجازه میده توی کلیسا اتفاقاتی بیفته که به خودت نگاه کنی، به قلب خودت نگاه کنی ببینی که چطور من رفتار میکنم قلب من چیه دنبال داوری هستم همیشه رو بهتر میدونم و همینطور هم برحال با کنش تو در برابر انتقاد چگونه هست؟ زمانی که کسی میاد دست رو میذاره و میگه که در اینجا اشتباه کرده، در اینجا باید اونجا... فکر میکنم اونجا مثلا عوض بشه یا چیزهایی هست که مربوط به خدمت تو، زندگی تو، شخصیت تو آیا چطور با عصبانی، با ناراحتی، با ترد چیز که ترد کردن یا با شورش، یا میگه خداوند مرسی خداوند کلام تو میگه که خوشبالی که تدیبای خداوند رو قبول میکنن و میگه خداوند مرسی که از برادرمون از خواهرمون نشون دادی چه چیزایی در من هست الان من میتونم آزاد بشم از این چیزها یا میخوام یاد بگیرم این تمام چیزایی هستند که زمانی که ما حضور خدا رو جستجو کنیم و واقعا در حضور خداوند بیاییم و خودمون تفتیش کنیم توی این مشکلایی که زمانی که افتادین دیگه درست عمل میکنیم دیگه شورش ها، حمله ها و سردرگمی در ما کمتر به وجود میاد. اینجا هم فکر نکنی که فقط دعا کردن روزه گرفتن تو رو آزاد میکنه. دعا کردن روزه گرفتن باید تو رو هدایت کنه به صلیب عیسی مسیح و با, با فروتنی، با توبه و بازگشتی که ما آزاد میشیم. هزار بارم روزه بگیریم و دعا کنی خدا من بیا نشون بده نشون بده و فکر کنی علامتهای مرد روحانی هستی نه توبه و بازگشت خوش به حال کسانی که گناهاشون آمرزیده شده نه خوش به حال کسانی که در دعا هستن و روزه میگیرن و همینطور میمونن در یعقوب هم نوشته که نزد یکدیگر های خود را اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا بیابید زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد و اینجاست که ربطی به چیز داره ربطی به فروتنی داره ربطی داره که بتونیم با هم دیگه جلو هم دیگه و همینطور میگم هم که من نسبت به تو گناهی کردم بیا دعا بکنین هر چیزهایی که بین خودتون از برادر خواهرهایی هست که بتونین همه چی رو حل کنین برای همدیگه میگه که و برای همدیگه دعا کنین اون موقع هست که شفا آخرین دو تا آیه ده یا یازم میگه که غم های شریر بسیار میباشند اما هر که بر خداوند توکل دارد رحمت او را احاطه خواهد کرد این خیلی این آیه خیلی مرا سالهاست تسلی میده اما هر که به خداوند توکل دارد هر هر مشکلی قرار گرفته هر فشاری هست هر چیزایی که اتفاقاتی میفته در زندگی خودمون در زندگی دیگران و زمانی که میگه که هر که به خداوند توکل دارد خدا او رو با فیزش احاطه میکنه دیگه در امنیت در امنیت میدونم میدونم که بازی است و بدان که خدا هستم یا در مزمور 34 هم نمیشه که سکوت باش و اعتماد کن به خداوند او همه چی رو انجام خواهد داد یا دیگه زمانی که اصلایه خودم رو میگذارم کنار و شروع نمی‌کنم به داوری کردم بلکه میگم خداوند اعتماد به تو دارم تو هستی کلیسا آلفا رو بلند خواهی کردی تو هستی برادر خواهر رو بلند خواهی کردی و همینتونم منو بلند خواهی کرد فقط میگه که غم‌های های شریر بسیار روزه اما هر که بر خداوند توکل دارد رحمت رحمت او رو احاطه خواهد کرد ای سال هلان در خداوند شادی و وجد کنید و ای همه راستدان 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 ترنم نمایید با این آیه مزمور سی تمام میشه و به این خاطر عزیزان کسانی که خونه هستن و اینجا ما هستیم ما واقعا یک زمانی زندگی میکنیم واقعا الان مهمترین کار نه خدمت نه کارهای عظیم برای خداوند انجام دادنه بلکه خدا رو جستجو بکنید خدا رو با تمام دل جستجو کنید تو و خدا تو و عیسی تو فقط نور خدا زیر نور خدا باشی این خداوند به من نشون بده من میخوام قلب تاهری داشته باشم که اون قلب تاهر میتونه تو رو ببینه آمین آخرین آیه با هم بخونیم بعد از این میخوایم آماده کنیم خودمون برای عشا و این در یوشه باب 6 آیه یک تا سه اینجا نوشته بیاید نزد خداوند بازگشت نماییم این کلامی هست شاید برای ژانویه ور داریم یعنی برای تمام سال فقط مخصوصا برای چیز بیاید نزد خداوند بازگشت نمایید زیرا که او دریده است و ما رو شفا خواهد داد او زده است و ما رو شکست بندی خواهد نمود بعد از دو روز ما رو زنده خواهد کرد در روز سوم در میتونم بگم در یازده ماه آینده که در سال 2021 هستیم ما رو خواهد برخیزانید و در حضور او زیست خواهیم نمود پس خداوند را بشناسیم و به جد, به جد و جد معرفت او رو تعاقب نمایید طلوع او مثل فوج یقین است و بر ما مثل باران و مانند باران آخر که زمین را سیراب می کند خواهد آمد آمین عزیزان خوب می شه الان که آخرم تو میایم در عشاء شرکت کنیم ما میخواهیم یک سرودی با هم بخونیم خدا به ما به تک تک ما این فرصت رو میده ماه ژانویه رو وقت بذاریم او رو کنیم و مهم اینه که خودتون الان هم که میخواین از زنی که تو خونه هستن اشار آماده کردن ما اینجا هم هستیم که بیاین بیایم به خداوند الان امروز خدا با تو صحبت کرده آیا واقعا گناهاتون رو متوجه شدی بی تفاوت هستی اصلا فرار کردی از خداوند بر حال یا قضاوت و حکم و داوری کردی بر حال خدا امروز هم میخواد بگه که من میخوام می این کاره انجام بدم در زندگی تو فقط احتیاج به قدرت داری احتیاج داری که من کمکت کنم من تو رو ویل نمیکنم، میخوام من کمکت کنم یا و زمانی که این سرود رو میخونیم که بعد از این میخوایم بیایم عشا که بیاین این عهد رو ببندیم میگه خدا من این ماه رو میخوام تقدیم به تو بکنم که بقیه 11 ماه بتونم همینطوری که اونجا نوشته شده که میگه که که طلوع ما مثل فجر یقین مثل فجر یقین است و بر ما مثل باران و مانند باران آخر که در زمین که زمین را سیراب می کنند قلب های ما را سیراب می کند خدا من عزیز و خدا میخواد می خواد ما را برخیزانه برای این برای این یازده ماه که منتظر هست که ما وارد بشیم و کارهای بزرگ رو انجام بدیم مخصوصا ما میخوایم خدمت بشارت رو انجام بدیم اینجا واقعا احتیاج هست که با یک دلی با یک قلب با یک قلبای پاک بتونیم این انجام بدیم باشه خداوند تشکر میکنیم تشکر میکنیم خداوند که خدایی هستی که میخوای ما رو آماده کنی دوست نداری خداوند ما یک روز به داوری تو وارد بشیم خداوند دوست نداری خداوند که خداوند یک روز که به ما بگی خداوند من تو رو نمیشناسم خداوند خیلی جاهایی هست که خداوند اونجا اختار کردی ما رو که خداوند ما یک روز خداوند در این یا چیز بیافتیم که دنیا داوری بشیم که بخوای ما رو آماده کنی خداوند برای این زمان آخر پس دعا میکنیم خداوند امروزم که آمدیم در حضور تو امروزم با ما صحبت کردی هیچ کسی از منم صبح میگم خداوند هیچ کسی نمیتونه بگه که هیچ مشکلی ندارم شاید در حال حاضر چیزی نداریم فقط خیلی چیزای پنهان است خداوند احتیاج داریم خداوند روح القدس این سرودی که میخونیم با اشوان میخوایم برداریم به تو این حق رو میدیم روح القدس اینو اگر دوست داریم میتونیم خودتون بگین می این حق رو میدیم در زندگی من دخالت کنی این افسارهایی که در دست من گرفته من میخوام به تو بدم تو کنترل کنی تو هدایت کنی